هبتی است زیستن آری در زادگاه شیخ ابو دلقک کمانچکش فوری و شیخ ایدل ایدل تنبک تبار تنبوری، شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و پشت جلد و هنر، گهواری مؤلفان فلسفه ای بابا به من چه ولش کن، مهد مسابقات المپیک هوش وای، جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی از آن بوغ نبوغ نابغه ای تازه سال میآید، و برگزیدگان فکری ملت وقتی که در کلاس اکابر حضور میابند هر یک به روی سینه 678 هباپز برقی و بر دو دست 678 ساعت ناوزر ردیف کرده و میدانند که ناتوانی از خواص توهی‌کیسه بودن است نه نادانی. من غلام حسنم از قلعه‌کش، یه آهنگ میخوام از آقای قیصر، آهنگ اتوبوس. تو خودمون راننده اتوبوس هم به به چاکرت هم از من به دستان گفتم که بیا تا رخ زیباتو ببوسم، گفتی که چقدر بوسه آخه نام زده بوسم خود جیگر جمیله میگردی که والا ما خود جمیله هم نمیتونیم پیدا کنیم. شما باور کنید در این چندین سالی که 27-28 سالی که ما در این لس آنجلس زندگی میکنیم من سه بار جمیله خواستم جمیله درباره خیلی موسه حرف نخواستم بزنم ولی متاسفانه ننوشتم، از سر کار اومدم، بعد شما تیکی یواش یواش یادم میاد درباره ورزش میخوام حرف بزنم. من ورزش مقاله که اینجا نوشته متاسفانه یه جوری وانمود میکنن که انگار مملکت ما فاسد، مملکت ما فلان. نه اینطوری نیست. تو جامعه اگر... خارجی به خصوص اروپا و ایران دیجی خیلی مده و کار دیجی خیلی مده و آقای باران گوگو اگه میشه میخواستم برام فال بگیریم دوباره. اسمش زهره، چند سالته؟ زهره. از روزی که برای اولین بار در تاریخ ایرانیان تلویزیونی ماهواره‌ای از فراسوی مرزهای ایران تصاویر خود را به گوش و چشم فارسی زبانان رساند بیش از 5 سال می‌گذرد. 5 مارس 2000 در برنامه علیرضا میبادی از لس آنجلس بیننده‌ای از اصفهان تماس می‌گیرد و با صدایی پر از هیجان می‌گوید من شما را می‌بینم. گذر 5 ساله از آن روز ما را به جامعه‌ای می‌رساند که با داشتن بیش از 20 شبکه تلویزیونی فارسی زبان که شاید پسندیده‌تر می‌بود اگر شبکه ارسال تصاویر متحرک نامی نهادیمشان، هنوز آنچه را که جهان به نام تلویزیون می نامد تجربه نکرده است. گسترش قارچوار این شبکه ها نه تنها به رشد کیفی برنامه ها به جهت رقابت کمک نکرده، بلکه با شکست قیمت آگهی ها از آنچه که بودند نیز قفول کردند. جایی با کلاس روی سو بلد باشه، اگر برم روی از خرید کنم زنم میشی، تو بسته یه تنم میشی. چرا نمیشم، خوبم میشم، بله. گویا قشر بیننده این برنامه ها نیز با توهی بودن این برنامه ها خو گرفتند و با ارزان موسیقی خرسند و با مزاح هر دلغکی شاد میشوند. این عدم کیفیت نه تنها از جانب مفاهیم برنامه ها بلکه از لحاظ فنی نیز به وضوح آشکار است. غم انگیزتر که آنان که خود سکاندار و مجریان این گونه رسانه هایند چنان خود از فقر فرهنگی و هنری رنج میبرند که دامنه این آلودگی را به خانواده های ایرانی نیز میکشانند. Let's see the
خواسته اون عزیزان بود که من فقط برورداشتم. ببخشید آقا مهران گفتن که عدم تمایل اکثر خانواده‌های ایرانی به دیدن شبکه‌های استاندارد خارجی به دلایل متعدد که شاید مهمترین آن عدم آشنایی اکثر ایرانیان با زبان و در خانواده‌های رادیکال‌تر نگرانی والدین از پخش تساوی که با فرهنگشان استکاک ایجاد می‌کند نیز ناخودآگاه دید فرزندان فردای ایران را نسبت به رسانه‌های تلویزیونی بسته‌تر خواهد کرد و استانداردهای تعریف نشده یه جدیدی را در اذهان بنا خواهد ساخت که در بهترین شکل آن نیز فرسنگ‌ها با ایدئال‌های رسانه‌ای فاصله دارد. گرچه بسیاری عامل اقتصادی را دلیل اصلی ضعف برنامه‌های این رسانه‌ها می‌دانند، اما باید گفت گرچه این دلیل منطقی و در مواردی نیز صحیح است، اما دلیل اصلی چیز دیگری است. با حذف بسیاری از جزئیات، دلیل اصلی به باور من استفاده ناصحیح ایرانیان از ابزار هاست. کم نیست دفعاتی که پیچ را با چاقو باز کرده ایم. باید دانست که تلویزیون نه دیسکوست، نه فروشگاه لباس زیر زنانه، نه حزب سیاسی و نه دانشگاه. ادغام هر یک از اینها با تلویزیون باعث خواهد شد تا هیچ یک به رسالت خود دست نیابند. تلویزیون می تواند به ترویج، تشریح، تبلیغ و توجیه هر یک از این حرکت ها و سازمان ها بپردازد، اما بیشک نمیتواند خود آنها باشد. برای نمونه شبکه تلویزیونی دیسکاوری از معتبرترین رسانه های علمی جهان است. برنامه های تولیدی شبکه قابل فهم و در این حال جذاب استاندارد برای دامنه وسیعی از گروه های سنی است. با این حال هرگز دیسکاوری تلاش نخواهد کرد تا رسالت برکلی و ام‌آی‌تی را بر عهده گیرد و تنها به شرح ساده و مختصری از دستاوردهای آنان می‌پردازد. Gravity of a supermassive black hole is so destructive that it distorts space-time to the breaking point. وای چه کسالت بار شده از کادری که در آن شخصی نشسته و در پس زمینه تصویر عکس پرچم ایران، مجسمه آزادی، روغن موتور، عکس پدر مجری، کمربند لاغری و یا هر دوی آنها با هم دیده می شود. روبروی مجری نیز یک دستگاه تلفن است که به دلیل جذابیت خارق‌العاده برنامه تمام خطوط آن چشمک می زند. مجری نیز که از محبوبیت خود آگاه است، سعی می کند به تمام مخاطبانی که تماس گرفتند پاسخ دهد. گستره سوالات هم از ترانه درخواستی، تشکر از برنامه‌های دیدنی، پرسیدن شماره رنگ موی مجری، فال قهوه، سوال پزشکی و یا کمک برای آزادی در نوسان است که مجری برنامه با متانت به تمامی آنها پاسخ می‌دهد، چرا که او به همه این امور واقف است. او هم خوش‌تیپ است، هم روانشناس، هم فالگیر، هم روشنفکر و هم هنرمند. قدر من انرژی میده، واقعا گرم شدم، یعنی واقعا به خدا. درود به شماها، این از تلفن‌های دیروز شما، این از تلفن‌های امروزتون، چقدر به من انرژی میده. لطف کنید کت مرام اگه بگیرید خیلی ممنون میشم. واقعا خب پس بزن بریم اگه حاضره. برو بریم. با چک کنی نه مثل که درسته. این مثل که درسته. اگه خراب بود دوباره بیارو من. هیچ اشکالی نداره واقعا. بزن بریم. حالی بود. متشکرم. ممنونم. بفرمایید. این فاجعه فرهنگی تنها به رسانه‌های تلویزیونی فارسی زبان ختم نمی‌شود. بیش از دو